بینده های خوب برنامه صبح و زندگی سپاسگزار هستیم از شمایی که تا این لحظه با ما هستین دوستان عزیزم ما آمده به باغ وحش کابل فکر میکنم که در تمام افغانستان نه این فهم من میال گفته نمیتونم که دگه ولایت هم باغوش داریم یا نداریم خو اما بزرگترین باغوش در کابل است در جم در افغانستان در پایتخت افغانستان در کابل که سالیان سال به ای طرف همیشه مهماندار هموطنان ما و شما می باشه اما در این اواخر خصوصا در ده یک دهه اخیر یک مقدار زمین و یا اراضی خود باغوش وسعت یافت در گذشته ها تا نزدیک منار علم و جهل یا تا میشه بگویم امی قسمت غرب منار علم و جهل تا اینی قسمت باغوش کابل بود اما امروزه باغوش کابل وسعت یافته اتا منار علم و جهل یا منار نوابات هم بر خود گرفته و یک قسمت که بنام چمن نواباد بود او منطقه را همچنان به خود گرفته که تا قسمت پل شیر دروازه پل شیر دروازه که تازه ایمار شده است ساخته شده تا اونو قسمت وسط یافته در شرایط جنگ در افغانستان یک تعداد حیوانات یا کشته شد یا تو و راکت و با جنگ های داخلی که بود وقت پرتاب میشد بدون شک یگان تایش حسابت می کرد به باغوش کابل بنان اون موضوعات باعث شد که یک تعداد حیوانات زندگی خود از دست بده چره بخوره یا بالاخره اما اتاقا و مکانایشان خراب شوه حتی یک شیر در او زمان فکر می... یک شیر مانده بود تا میگن از بین رفته دو شیر جدیدی که آورده شده با باغوش کابل شما میبینین یکیش است و یکیش ماده هر دویشان بیرون بر آمده و خدا افته و میتن این دو شیر کاملا جدید آورده شده و از شیرهای سابق تا هنوز هیچ اثر نیسته بخاطر که نیستن دیگه. اما چوبای رکندای چوبه که از سابقا فکر کنم از زمانی که شاید باغوش جور شده هم از اون زمان و کندای چوب مانده تا هنوز هم. نشانه های از زمانی است که با کابل ایمار شد و همچنان در جایی که ما قرار دادیم فیلن، یکی خو جایی است که شیرا باید اونجا باشن شیر تا شیر است یک چیز یادم آمد بعضی کسا در افغانستان میگن ما شیر استیم اما ای که صدا میکنن ما شیر استیم باز خودشان در مطرحی زریع میرن نه اینه شیر خو اینجا هم میبینین که هر طرف سراخ کده خرگوشک ها بسار مقبول مقبول و یک تعدادشون هم بیرون برامد از امون ها و خانه خود که خدا افته بودن و طرف دیگه باز فیلم شاید باشه اگر فیلم مرخ های سفید است فکر کنم تصویرش از اینجا درست معلوم نمیشه خب یکی از مسئولین همراه ما هستن عامر صاحب باغوه هم همچنان داخل استودیو هستن که انشاءالله صحبت های خواد داشتن همراه مرسل جان در رابطه به بعض موضوعات تخصصی خود باغوش اما یکی از مسئولین فعلا ما با خود داریم ببینیم که اینا چی گفتنی دارن و بعض معلومات خود را با ما شریک خواهم کرد سلام صبحتان خیر خودم معرفی بکنین صبح شما باخر جمشید نوری هستم دکتر ویترینر و مسئول کلینیک باغوش بسیار خوب امی دکتر اصلیشون شما سین بله صاحب اصلی و نقلی ندارن ولی بله. خب بسیار خوب. خوب نه یک زمان یادم است زمان حکومت طالبان بود فکر می کنم جا یک مرد و تو مرد شاید زندام نباشه که همیشه گوشت منداخت بر شیرا با یک روز از روی اتاق یک جای ما رفتیم که گوشت بندازیم مادهش وقتی دست خود نزدیکت باور بکنیم یعنی دو کلک مانده بود که دست مرا بگیره و کش کنه طرف خود یعنی اونمو مرد هم گوشت برشان منداخت خوراکی شونه و هم تدایی میکنه بله بله شاید دو زمان نبوده باشه معلومات کافی ندارم ما ولی فعلا ما دکتر وترنر داریم دو نفر دکتر هستیم در بخش کلینیک و تمام مراقبت در بخش تغذیه و تداوی و حفظ الصحه و نسلگیری تمام حیوانات و پرندگان باغوشه ما باهده دا داریم و با دوش داریم بسیار خوب فکر میکنین که زندگی حیوانات باغوش تا زندگی باغوشایی که در دیگه کشورها وجود داره چقدر تفاوت داره در دا قسمت داخل باغوش ما سفرهای داشتیم تریننگ داشتیم پرسونل در دا هند و باغ وشی جاپان که ما خودم اونجا ماستری خودم گرفتم در بخش حیوانات وشی و اینقدر زیاد تفاوت از نگاه تغذیه نداریم ما چون تابلوی را که ما آماده کردیم تابلوی مواد غذایی ما استاندارد است و او کپی شده از باغ وش های هند است در وقت زمانش و دیگه قفل باز قفض هم قسم دیزاین شده که نظر به خوی و خواص و فیزیکی خود حیوانات دیزاین شده و حتی دیزاین های بعض قفص ها رو ما از اونجا کپی کردیم و یعنی قدر تفاوت زیاد نداریم ما از نگاه از که تغذیشان باشه نسلگیری باشه و یا دیزاین خود قفص باشه بسیار کم تفاوت است که ما با چشم خودم دیدیم و رفتیم و تفاوت بسیار کم بسیار تشکر دکتر سه فقط یک پیام کوتاه اگر بر مردم بگوین که مراجعین باقوش می باشن والا اکثرا ما مراجعین از شکایت ما از مراجعین از بازدید کننده ما است ای که زمانی که میاین در باقوش امی حیوانات ما را و یا های ما را اذیت آزار نکنند چرا که از اثر پرتاب نمودن سنگ حتی چادر مثلا دستمال خوستند بر شادیا که نه فکر میکنن ما که در باغواش میاییم باید حیوان برای ما عمل عمل نشان بده در حالی که باغواش که آمدن باید حیوان را ببینن شن بشناسن حیوانات مختلفه چون حیوانات وحشی هستند خطرناک هستند فقط امیر مراد کنن دوستای ما بازدید کنندای ما که اذیت آزار نکنن حیوانات و هر چیز پرتاب نکنن حتی غذا را ما اینا غذا دارن تابلوی مجهز دارن هر چیزا نندازن که اینا بخورن دیگه همه توقع داریم تشکر شما تشکر شما سلام بشه. خب تصویر خرگوش ها را داشتیم پیشتر تصویر های داشته باشین و از اینجا دیگه کجا معلوم میشه کم اگر او طرف تر بتانیم این کمره را ما انتقال داده میتونیم یا نمیتونیم گزارش شما دوستان عزیز لایو است به این خاطر ما زیاد نمیشه که کمره این طرف تر ببریم اینجا هم شغال میگن، گرگ میگن شغال او شغال است و اینجا هم یک چیز دیگه است که از اون نیای سابق اه 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 تیز تیز داره خارپشت خارپشتک خارپشتک و شغال اخو بینن که میگه شغال واره سر صداس <applause> یگان چیزهای دیگه مردم میگه شغال همی است تصویرش داریم همین؟ تصویرش گرفته نمیتونیم از اینجا ما خب میریم بازم چند تک تصویر از شیر میبینیم از شیرها میبینیم میگن که مردم افغانستان ها مثل شیر وارسته خوی خاصتشان مردانگی و شجاعتشان اما یگان شیر که خرابی میکنه دیگه باز شیره که خانه می و روبای بیرون می باشه وارا خداوند خودش هدایت بکنه دوستان عزیزم شیر خوبی سار بد بد سعی میکنه شیر ماده اما بریم ام با هم یک جا یک ماده از قانون مدنی افغانستان را ببینیم تشکر از اینکه تایل از بیننده گزارش بدین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده رو بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین